جنگل داستانی غیر واقعی که برای شما واقعی به نظر می رسد. جنگل روایت همان تصویری است که از پنجره ها به آن نگاه می کنیم اما نمی بینیم. جنگل همان لبخند تلخی است که بعد از به زمین افتادن آخرین قطره اشک روی لبمان می نشیند. جنگل صدای یک خروس است به گوش صبحی که نیامد. جنگل نگاه یک درخت است به هیزم شکن، نگاه یک آهو به دندان کفتار و نگاه من به آینه. جنگل گفتن گفتنی هایی است که بر نگفتنش تأکید شده است. نویسنده و کارگردان فرهاد عزیزی، مدیریت برنامه فرشید ایرانمهر، صداگذاری و موسیقی مهدی محمدیان، صداپیشه بهناز مقدم، تهیه کننده بنیاد آینه. به نام خداوند نان و برخت، به نام کسی که نشسته به تخت، به نام همان تیشه خود فروش که با حکم قارت بریشه نشست. به نام قلم ها و گبی اختیار که شد هم صدا و همین روزگار، نوشت در شب مرگ حرف و صدا، زندام و رقص و لب سرخ یار. به نام حقیقت که در قصه ها ز ترس قلم ها نوشته نشد، به گمنامی نام صاحب خرد که در شهر دیپا فرشته نشد. با سلام گرم آخر پر دلتنگی و غم، آخر این قصه هستیم بدون زیاد و کم. این قصه به سر میاد با عبرت و دلتنگیاش، رد میشیم از زشتیا تا برسه قشنگیاش. یه عده دارن میان جنگل روشن میکنن، بعضیا مجبور میشن که زحمتو کم بکنن. خر تو فکر چرخش و تدارک موسیقی پیروزیه، به خیالش ساز و کار خر تو خر دیروزیه. رسیده به روز آخر عمر خدمت کلاق، قاصدک ها میرسن از کوه و دشت و کوچه با، واسه دار و دسته شیرالاسد سوراخی پیدا نمیشه. چی میشه چطور میشه تو دو سخت جا نمیشه. از جناب جغد میخوام ترانه سازی بکنه، سرگذشت و زخماشو تقدیم قاضی بکنه. بخونه از خوب و بد، از جاده پرپیچ و خم، از تمام لحظه ها روز و شب و زیاد و کم. من عاشق این جاده هم که به رهایی میرسه، جاده ای که از قربتم به آشنایی میرسه. قدم زدن در این مسیر آغاز پرواز در شب، قلب مسافران شب همیشه در تاب و تب. شب رو
پجاده میزنه، فانوس کم نور نمیخواد. پروازو باور میکنه، خورشید رو از دور نمیخواد. شمع رو خاموش میکنه، چراغ سرد رو میشکنه. تاریکی یک حقیقته، نبضش هنوزم میزنه. شب رو راه رفتنم، از این چراغ ها دلزده، زخم حقیقت رو تنم، منم تنهای شب زده. اگر به جرم این سفر به پیکرم سنگ بزنن، یا هر دو پای خستم و با خشم و کینه بشکنن، شوق رهایی در دلم منو به جاده میبره، برای درد کهنم مرهم ساده میخره. برای من فرقی نداشت با سنگ بالمو بشکنن، یا روز آغاز سفر گلی به سینم بزنن. دوبال پرواز منو کسی به جز خودم ندید، شعر رهایی منو کسی به جز من نشنید. جاده تو گوشم میخونه، هر کسی خورشیدو ندید، پای سفر کردن نداشت، اسمش به قصه نرسید. آخر این جاده برام یه حس خوب و آشناست، خورشیدو از نزدیک ببین، مثل آخر قصه هاست. به چقدر قشنگ بود نوکرت همه. جغد عزیز، من میتونم یه خواهشی ازت بکنم؟ منو میبخشی، این گذشته ها رو فراموش کنه و بذار این شعر رو با موسیقی بخونم. شاید خدمتی کرده باشم و کارگشا باشم، نظرته؟ من همه رو میبخشم، اما فراموش نمی کنم، چرا که خود نیز محتاج بخشیده شدن هستم. بزرگترین خدمتی که شما میتونی بکنی اینه که درک کنی هنر جولانگاه خر نیست و از این بعد در حیطه تخصصی خودت یورتمه بری. یعنی نمیده دیگه؟ نه خیر، نمیدم. میخواستیم با شعر جغد وارد متن قصه شیم، خرمگز پرید وسط تا باز اسیر قصه شیم. شما رو به آخر این قصه دعوت میکنم، باز تحملم کنی، زود رفع زحمت میکنم. داستان جنگل، قسمت 22، قسمت پایانی. در یک غروب پاییزی، جشن مفصلی برای دو فرزند شیرالاسد به مناسبت تولد دیکتاتور و آغاز دوره درندگی دموکراسی بعد از شیرخوارگی در باغ اصلی امارت تدارک دیده شده بود. مقامات و نزدیکان بی تفاوت به حال و هوای جنگل و با اشتیاقی تمام آنجا جمع شده بودند. از جنگل‌های سوسماریون، اوگاندا و مغولستان هم نمایندگانی حاضر شدند. گروه نوازندگان در غیاب اولاغ به رهبری خرمگس روی صحنه آماده نواختن شدند. با اولین صدا تحت‌قاری سابق شیرالاسد که با ثبت 11 ثانیه تحت‌قارگی رکورددار بود بدون هماهنگی روی سن آمد. او با اینکه آنچه می‌خواند را درک نمی‌کرد، عاشق خواندن و تکرار کردن اشعار بود و این استعداد را از مادر توتیش به ارث برده بود. مادری که به دلیل خطای دید و شرایط نامتعادل شیرالاسد به جای یک طاووس مورد تعرض قرار گرفت و عضوی از خانواده سلطنتی شده بود. روباه با نگرانی به سمت تحت‌قاری سابق رفت، ولی قبل از رسیدن به صحنه توله شیرالاسد گفت: با
بساطتون رو جمع کنید، شیر و پلنگ دارن میان، برای پایان شما از همه رنگ دارن میان، اسب و عقاب و یوز پلنگ دارن میان، فرار کنید، آخر قصه شماست، بگین میخواید چی کار کنید؟ دوره خود تموم شده، شغال خود فروش کجاست؟ روباه دنبوریده رزل وطن فروش کجاست؟ حاکم بی اصل و نسب تا دم صبح رفتنیه، حاکم دست نشوندمون عاقبتش دیدنیه، گاوا زدن به دشت گرگ، جغد و الاغ فرارین، خفاشا توی تپسر دنبال رستگارین، گرازا دیوونه شدن، راسو و لاش خود بیقرار، بهار آهواد سید بلبل میخونه از بهار، دلفین به جای اختاپوس، کتاب جای تناب دار، قلم روی گورکن پیر دوباره میشه سبززار، کرکس به جای شاعری باید زبون بازی کنه، شاید بتونه قاضی رو یه جورایی راضی کنه، به یاد خرگوش سفید بیشه ها گل بارون میشه، صدای بیدار گفته بود دوباره تابستون میشه، عصر شما به خیر باشه، عصر دروغ و بردگی، فصل خزون به سر رسید، رسیده فصل زندگی. در میان بخت حاضرین روباه خودش را به توله شیرالاسد رساند و گفت: بیا اینجا ببینم این شعر رو چه کسی به شما یاد داده؟ قاصدک ها. مدت هاست که وجود قاصدک ها به جنگل ممنوع است. شما کی آنها را دیدی؟ همین چند دقیقه پیش. اینم بگم اهالی مقبره‌ای که دم شما در اون بود و خراب کردن. ای وای، خاک بر سرمون شد. در آن هیاهو دموکراسی از فرصت استفاده کرد و بدون اینکه کسی بفهمد دیکتاتوری را قورت داد. کلاغ خبرچین وارد شد و به سمت روباه آمد و گفت: ای دادم، ای قربان، احتمالا این آخرین روز کلاغی شما و آخرین روز کاری من است. میخواهم آخرین خبر دوران حرفه‌ای خودم را به شما بدم. از فردا لابد قاصدک‌ها و کبوترها خبر رسان خواهند بود. با اون حرف زدنت زودتر توضیح بده ببینم مردک، این ادعاهای مسخره چیست که میگی؟ قربان، بر طبق گزارشات در حال دم سحر تبیدگاه را پیدا کردن و به اونجا رفتن و شیر و پلنگ و عقاب و سایر بزرگان را از تبید آزاد کردن، بدبخت شدیم رفت، الان هم در راه هستن قربان. ای وای، باید دستور حمله داد. سرلشگر کفتار را خبر کن. قربونت برم، سرلشگر کفتار دیروز خدمت جناب شیرالاسد رسیدن و استعفا دادن قربان. به چه دلیلی؟ های قربان، متاسفانه پرونده تعرض ایشان هنگام آموزش فنون وحشیگری به حیوانات زیر سن قانونی رسانه ای شد، آبرومون رفت. بعد از اون شیرالاسد هم استعفای ایشون رو پذیرفتن و طی حکم ایشان را به عنوان وزیر امور حیوانات کودک و نوجوان منصوب کردن قربان. اگر عمری باشد ایشان از این به بعد در آن جبهه حمایت میکنن، خدمت میکنن. عجب جنگل بی صاحبیه. آی قربان، صاحبانش در راه هستن تا سحر میرسن. ببندون منقار لعنتیت رو، وزیر جنگ کجاست پس؟ قربان، وزیر جنگ سابق یا وزیر صلح آینده رو میگید قربان؟ وزیر جنگ فعلی رو میگم، ترگدن رو میگم بابا. قربان، وزارت جنگ تعلیق شده و فعلا وجود خارجی نداره هستن، به زودی وزارت صلح و دوستی جاشو قرار بگیره. چرا مزخرف میگی؟ آی قربان، بنده به علت اینکه آخرین روز فعالیت حرفه‌ایم رو پشت سر میگذارم کمی احساساتی شدم قربان، اما صحت اخبارم رو تضمین میکنم. هایده دوای مردشون خودتو احساساتتو این فعالیت حرفه‌ای رو ببرن بدترکیب، زمانیت تو به چه درد من میخواهیه؟ قبل از اینکه کلاغ چیز دیگری بگوید صدای بیدار در تمام جنگل شنیده شد. رسید قصه به این آخر، کسی از تو نمیخواند، به جز آثار آزادی دگر چیزی نمیماند.
سکوت کاسبان ترس، حراج جمله و فرهنگ، هنر بازار بی محصول، فروش شعر به هر آهنگ، صدای رنج می ماند، سکوت در خاک می میرد، صدای ترس سازشکار نشان خواب می گیرد. شروع زندگی فرداست، نقاب داران چه غمگینند، سکوت شبه شاعرهاست، صداهایی که می میرند. رسید پایان دشخیمان، نمایش های بیمایه، غروب بی تفاوت ها، قلم های فرومایه، کسی جستو نمی ماند که در فریاد رها بودی. در این فصل غم و اندوه تو لبخند خدا بودی، شدی پایان فصل غم، شروع لحظه شادی، تو پرواز از قفس بودی، توی معنای آزادی. بعد از پیام صدای بیدار معلوم شد که سقوط حکومت شیرالاسد قطعی شده است. اهالی تا سحر در انتظار بازگشت بزرگان به جنگل بودند. به محض روشن شدن هوا تبعید شدگان به سرزمین خود بازگشتند و در همه جای جنگل جشن بزرگی برپا شد. بله، آزادی به جنگل بازگشت در زمانی که اهالی مشغول پایکوبی بودند. کرکس در مقابل وزارت فرهنگ و هنر خودکشی کرد. از این خودکشی بعدها به عنوان خودکشی فرهنگی هنری یاد شد. شیرالاسد به اوگاندا فرار کرد و پس از مدتی به درخواست دانشمندان علم ژنتیک به جنگل‌های مترقی رفت. دانشمندان با تحقیق بر روی او توانستند ضمن درمان قطعی ناباروری بدون دخالت خداوند موجودات زنده فاقد شعور خلق کنند و گامی بلند به سوی نابودی دنیا بردارند. پس از پایان تحقیقات، شیرالاسد با ورود به عرصه هنر به ستاره نمایش‌های کمدی تبدیل شد و پس از آن با ایفای نقش در فیلم‌هایی که بعد از نیمه شب پخش می‌شد به اوج شهرت رسید. جناب خوک هم به سوسماریون پناه برد و در آنجا با مکتوب کردن گفتگوهایش با خداوند به یک نویسنده صاحب سبک در خلق داستانهای تخیلی تبدیل شد. اون مدتی بعد برای همکاری در ساخت یک فیلم کمدی تخیلی مناسب بزرگسالان به شیرالاسد پیوست. روبا هم مدتی در مغولستان سرگردان بود و خیلی زود به علت پولشویی تحت تعقیب قرار گرفت. او پس از مدتی زندگی پنهانی توانست با انجام عمل زیبایی و کاشت دم مصنوعی با هویت جعلی از آنجا فرار کند. مدتی بعد او هم به خوک و شیرالاسد پیوست و به عنوان مدیر برنامه‌های این دو ستاره مشغول به کار شد. جنگل هم با عبور از دوران سیاه و تاریک دوباره به شکوه سابق بازگشت. همه چیز برای اهالی به خوبی پیش می‌رفت. با برقراری صلح و رواج زندگی با فرهنگ واقعی خود، اهالی احساس خوشبختی می‌کردند. با بیداری اهالی دیگر کسی صدای بیدار را نشنید، اما نام او به عنوان نماد آزادی در تاریخ جنگل جاودانه شد. چند سال بعد با تلاش اهالی، جنگل بیدار رتبه اول توسعه و تمدن را در میان تمام جنگل‌ها کسب کرد و در عرصه هنر و فرهنگ به اعتبار و جایگاه گذشته‌های دور بازگشت. در همان ایام شیرالاسد به علت مصرف بیش از حد الکل و مواد مخدر درگذشت. پس از مرگ شیرالاسد، روباه و خوک هم به طرز مشکوکی توسط یک گروه تروریستی کشته شدند. مدتی بعد
گروه باید بری بهشت از سوسماریون مسئولیت این حمله تروریستی رو بر عهده گرفت. لحظه سخت وداع است به امید دیدار، به امید نو شدن مثل صدای بیدار. جغد دانا حاضر و سرمست این آزادیه، شعراشم از این به بعد پر از سرور و شادیه. تاریخ به من آموخت مسئولیتی بر گردن یک شاعر است که به او فرصت شادی نمیداد. یعنی چی؟ جنگل آزاد شد دیگه. شعر من ترانه خارج شدن از قفس است. از رهایی تا قفس فاصله یک دم نفس است. میشه توضیح بدی دقیقاً منظورت چیه؟ راوی عزیز، هرچقدر مسیر رسیدن به شیرینی و لذت آزادی سخت و طولانی است، در عوض فاصله از دست دادن آزادی و در بند شدن بسیار کوتاه است. به کوتاهی پلک زدن چشم اندیشه های بیدار. درسته، یعنی الان باید چیکار کرد؟ نمیدانم خاصیت این میزها چیست که هر که پشتش نشست پدر سوخته و فلان فلان شده می شود. خودم هم تجربهش را دارم و از این بابت بسیار شرمسارم. به هر حال فصل جدید فعالیت‌هایم با انگیزه رسیدن به آزادی یه معنای واقعی بود و هست. بر سر خطکشی معنی آزادی و یک تعریف فریبنده از آن با هیچ پدر سوخته‌ای مذاکره نمی کنم، خصوصا پدر سوخته هایی که زندانبان معنی آزادی بودند و حالا برای بقایشان می خواهند بر سر آن معامله کنند و در مفهوم آن دخل و تصرف انجام دهند. خب یعنی الان چی کار میخوای بکنی؟ به عنوان یک شاعر، هنرمند و روشنفکر در برابر خدمات مقامات سکوت میکنم، چون وظیفهشان است و در خور تمجید نیست و برای هر قصور و کوتاهی شعر و هنرم همانند پتکی کوبنده خواهد بود. بسیار عالی، خب اون وقت ما چی کار کنیم؟ همیشه بیدار بخوانید بسیار، گذشته را فراموش نکنید بفهمید و تنها گوش نکنید. هر کسی شایسته تمجید نیست، هیچ کس مقدس و جاوید نیست. خب میشه خواهش کنم برای آخرین بارم که شده یه شعری رو برای ما بخونی؟ بله حتماً. آسمان پر از گلوله است، از ستاره خبری نیست. جنگ افکار و عقیده است، از شب شعر اثری نیست. امشب از مشرق طلوع کن، یک غزل مهمان من باش. در شب دشنه به دستان، مرهم دستان من باش. روبروی من بشین و لاله دامان من باش. جرم ما خنجر شکستن، تا سحر زندان من باش. با صدای هر گلوله بنویس یک خط ترانه. در شب عاشق کشی ها زنده باش در عاشقانه. یک غزل مهمان من باش، تا پیاده ها بدونن. توی شهر با ضرب شمشیر شعر آزادی میخونن. یک غزل مهمان من باش، در سیاهی زمانه. نقش واژه امید باش، با سپیدی ترانه. به کویر سینه بنویس یک غزل از جنس بارون. بشو گرمای یاغوش
توی شبهای زمستون. برای فاصله هامون خط بکش رو هر بهانه، توی عشق بی صدامون یه صدا شو از ترانه. برای جنگ دویده به شب غمگین کودک، با یه آتش پس دوباره هدیه کن لبخند کوچک. آخرین مهمانی ماست، یک غزل مهمان من باش، با سرود صلح در آخر لحظه پایان غم باش. تا سحر چیزی نمونده، آسمون پر از ستاره است، زیر زخم سرخ خنجر یه تولد دوباره است. بعد از این با هر ستاره یک غزل مهمانت هستم، قطره شوق رهایی روی گونه هایت هستم. در بهار هر عقیده یک غزل مهمانت هستم، رقص جمله رها در آخر داستانت هستم. خب جنگل هم آزاد شد و وقتش رسیده شما رو به خدایی غیر از خدای سابق جنگل بسپارم و بریم و باقی عمرمون رو از آزادی لذت ببریم. بس ببینم قدش کن. ببین تا اینجای عمرت که مشغول غیبت بودی دادا، زدی شب در ما رو هم آجر کردی. سعی کن باقی عمرت حداقل موجود بهتری باشی. جدی؟ خب ببین سعدی بزرگ جواب امثال شما رو داده، بد نیست شعر این شاعر بزرگ پایان